درود به همه، من امیا هستم. به کانال اسرار ماورا خوش اومدین. تصمیم گرفتم به برخی سوالات که در زمینه برون‌فکنی و پرواز روح وجود داره پاسخ بدم. اینجا چی کار میکنی؟ گم شدم. این تجربه عجیب یک پدیده جهانیه که افراد بسیاری تجربهش کردن. شما در این تجربه حس میکنین که جسم خودتون رو ترک کردین و آگاهی رو خارج از بدن خودتون احساس میکنین. افرادی که خواب منظمی ندارن و تصویرسازی قدرتمندی دارن در برونفکنی موفق ترن و احتمال اینکه تجربهش کنن بیشتره. همچنین تصادفات، برخی بیماری ها و عوارض برخی داروها میتونن منجر به تجربه برونفکنی به صورت ناخواسته بشن. اما بریم سراغ سوالات رایج در این زمینه. آیا هنگام پرواز روح و برونفکنی میشه اجسام رو حرکت داد؟ پاسخ منفیه. در این حالت شما نمیتونین اجسام رو واقعا حرکت بدین. شما هیچ تعاملی با محیط فیزیکی نخواهید داشت. آیا با برونفکنی میشه به خواب کسی رفت؟ برای رفتن به خواب کسی رویای آگاهانه و تمرینات تلپاتی خیلی مؤثرتره. با برونفکنی هم غیر ممکن نیست، اما به عقیده من احتمال موفقیتش کمتره. آیا برونفکنی میتونه منجر به مرگ ما بشه و دیگه نتونیم بیدار بشیم؟ فردی که از نظر سلامتی در وضعیت مطلوبی باشه، در برونفکنی خطری براش وجود نداره. اما افرادی که ناراحتی‌های قلبی دارن، بهتر انجامش ندن. همچنین سایر ناراحتی‌های ذهنی و روانی ممکنه با برونفکنی بدتر بشه. برونفکنی به طور کلی مثل خواب طبیعی و هیپنوتیزم زمان خودش داره و بعد از مدتی خواه‌ناخواه شخص به حالت عادی برمیگرده. آیا در حین برونفکنی ممکنه جسم ما را موجودی تسخیر کنه؟ اگه شما قبلا سابقه چنین حملاتی داشتین، برونفکنی میتونه باعث تکرارش بشه. یعنی دوباره اون مشکلات براتون پیش بیاد. اما اگه قبلا چنین تجربیاتی نداشتین، بدون نگرانی میتونین انجامش بدین. در واقع برای اکثریت مردم جهان مشکلی پیش نیامده. آیا ممکنه روح یک فرد دیگه وارد بدن کسی که برونفکنی کرده بشه؟ خیر، چنین اتفاقی نمیفته. اولا اینکه طبق آزمایشات و شواهد قوی، برونفکنی به معنی خروج روح از بدن نیست و این مثل بختک یه اشتباه علمی رایج بوده. برونفکنی در حقیقت یک نوع تجربه واقعیت مجازیه که مغز انجامش میده و در اون حالت میتونین کاربرد خودتون رو جدا از خودتون ببینین. و چون حس‌های شما در اون حالت میتونن قوی تر باشن، ممکنه تجربیات خاص فرا ادراکی هم داشته باشید. اما در کل یک نوع خاص از رویای آگاهانه هستش. در این حالت روحتون از بدنتون جدا نمیشه و نمیتونین روحتون رو مثلا ببرین خونه ترامپ و ببینین چه خبره. ازش نمیشه برای مقاصد جاسوسی استفاده کرد. حتی اگه روح هم جدا میشد، روح هر شخص طبق مفروضات این عقیده مختص به همون کالبده و در کالبده دیگه نمیره و مثل آهنربای اختصاصی جذب کالبد خودش میشه. آیا برای برونفکنی نیاز به حفاظ یا مراسم دفاعی خاصیه؟ اگه شخص از نظر ذهنی احساس نیاز به چنین کاری میکنه، این روش ها میتونه ترسای درونیشو از بین ببره و تجربه بهتری از برونفکنی داشته باشه، اما در کل نیازی نیست. ضمناً اگه شما فردی باشین که قبلا دچار مشکلاتی مثل تسخیر شده باشین، خیلی نمیشه به این روش‌های حفاظتی اطمینان کرد و هیچ کدوم تضمین نمی‌کنن که شما دوباره دچار مشکل نشین. پس همونطور که توصیه کردم،
اگه جزو این دسته هستین انجامش ندین. اما اگه قبلا هیچ گونه مشکلی نداشتین، بدون نگرانی میتونین این کار رو انجام بدین. اگه در حین برونفکنی کسی به ناگهان ما رو بیدار کنه یا بدنمون رو حرکت بده چه اتفاقی میفته؟ اگه حرکت دادن بدن شما یا ایجاد صدا شدید باشه و برای بیدار کردن شما کافی باشه، شما یک بازگشت ناگهانی به بدن و بیداری رو تجربه میکنین که اکثر اوقات مقداری اذیت کننده است. اما اگه صدای محیط کم باشه، احتمال بیدار شدن شما کمه یا اینکه به آرومی هوشیاری برمیگرده و بیدار میشی. آیا در حین برونفکنی میشه با فرد دیگه ملاقات و گفتگو کرد؟ این کار رو به صورت شفاف و واضح نمیشه انجام داد. دو نفر که برونفکنی کردن نمیتونن مثل زمان بیداری با همدیگه ملاقات و گفتگو کنن. اگه سوالات دیگه‌ای دارین که توی این ویدیو بهش نپرداختم، داخل کامنت ها بنویسید.